این بار این بار این بار این بار برنگرد. الو، همش دلم میخواد صدای الوی شما رو بشنوم و گوشی قطع کنم. چرا؟ همینقدر برای من کافیه، یا شایدم لیاقتم بیشتر از این نیست. یه چیزی بپرسم؟ بله. اونم میدونه که شما اینقدر خوشگلی، یا اینکه فقط شما رو به عنوان یه زن خونه میشناسه؟ نه 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 نه، اونم خوب میدونه، همیشه به هم میگه که خیلی خوشگلم. راستی شما داشتی یه چیزی میگفتی، بعد گوشی رو قطع کردی. بگین دیگه. خب بگین چی شده؟ موقع شام میگم. نه پشت تلفن بگین. موقع شام دانیالم هست، معلوم نیست بشنوه چه فکری بکنه. اون که همه جا باهات نیست. پس امشب رو فراموش کنی، اون منو با شما تنها نمیذاره و بره. شما اینو به من بسپار. فکر کنم اومد خونه. باش. ببینید با تاکسی نیاین، خودم ساعت 8:30 ماشین میفرستم. باشه، خدافظ. خدافظ. ایوا، چه زود اومدی خونه. آره همینطوری اومدم، حس کردم همه تو اداره زل زدن به هم. اینم بالیز شما. یعنی یه بوس نمیدی؟ بابا الان کار دارم، بعدا هم بهتون یه بوس میدم. ما چطوری بریم؟ با ماشین میریم دیگه، ولی من چی بپوشم؟ هیچی برای خودت نخریدی؟ از دست تو، بهت گفتم برو خرید 30,000 تایی برای خودت خرج کن. باید 30,000 تا باشه تا خرج کنم. منظور چیه؟ اون 1,000,000 رو پس دادم مهوش. چی؟ ببین ببین گوش کن، میخواست گواهی پایان کار خیابونی رو امضا کنم که اصلا نساخته بود. اگه براش کار میکردم معلوم نبود چند تا از این گواهی های علکی باید امضا میکردم. ببین من این کار رو نمی کنم مهوش، ازم بر نمیاد، کمتر میخورم، گشنگی میکشم، ولی پول حروم مردم رو نمیخورم. آخه اصلا مگه من چی کم دارم ها؟ یه حقوق بخور و نمیر هست، یه خونه کوچیکم هست، یه بچه خوشگلم دارم، دنیای قشنگی تو هستی، برای من خود تو کافی. شلوار مشکی و بلوز تو اتو کردم. اون که خیلی کهنه است. نه 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 خوبه، انقدر هم کهنه نیست. وای داغون شد. داغون نشد، فقط یکم عصبانی شده رفت. من شما رو نمیگم، اسبم رو میگم. داداش این واحد شماره 300 کجاست؟ آقا دانیال؟ بله. از این پلا که بریم بالا واحد 300 مال آقا دانیاله. ممنون. چطور شده؟ ساعت 8:30 چه تاکسی نیومده؟ اومدم دنبالتون آقا. ما 2 دقیقه دیگه میاد. باش آقا. با
خوشگلی داغونمون کرد. داغون نه، سوختیم، بدم سوختیم مامان. ایوا، اینا رو از کی یاد گرفتی؟ ناراحت نشو، من بهش یاد دادم. اون روز که تو عروسی دیدمت از دهنم پرید. ماشین اومد؟ آره، بریم. بریم رو. بریم. بیا. از دستم ناراحتی؟ ناراحت نیستم. لامپا رو خاموش کن. بیا بریم. بودو. همچین ماشین بزرگیو که دیدم گفتم شما تاکسی نیستی. دانیال ساکت باش. خب راننده قبلیه چی شد؟ دنبالش میگشتن. دانیال لطفاً. کیف پولم رو یادم رفت، تو شلوار اداره است. خب مشکل پیش نمیاد، میخواستم براشون گل بخرم. من گل ما رو میخوان چی کار آخی؟ به نظرم اشکال نداره. بفرما، گل همه چی کار میکنن؟ از رو رسم میبرنش دیگه. تو که پول باهات هست ها؟ آره. از دیگه مشکلی نیست. داداش رو یه گل فروشی وایس. چشم. یعنی دکه گل فروشی. مغازه گل فروشی منظورته؟ به به، انگار لیسانس هم داری ها؟ سلام آقا دانیال، قدم رو چشممون گذاشتین، تشریف بردین. سلام مهوش خانم، امشب بی نظیر شدین. این گلا برای شماست. ممنونم. آقا روحان، تو از همه خوشگل تر شدی. علیت چطوره؟ من خوبم. بفرمایین لطفا. بفرمایین بشینین. امیدوارم راننده به موقع رسیده باشه. بله بله رسید. خب بفرمایید، چی میل دارین؟ شایدم یه چیز دیگه. نه من نمیخورم. خودم میدونستم زمان خوردن بعضی ها یکم طول میکشه. خانومتون کجا؟ آدم های پرمشغله مگه خانومم دارن؟ یعنی چی؟ گفتم که من همه چی دارم ولی زن ندارم. یعنی تا حالا ازدواج نکردین؟ که اینو گفتم، ازدواج کرده بودم. پس جدا شدین اصلا. منو ببخشین ولی شما به چی میگین جدایی؟ فکر کنم سوال بدی پرسیدم شاید. نه سوال بدی نپرسیدین، اتفاقا خیلی هم سوال خوبی کردین. فقط شما اینا نمیدونین که جدایی چیه. با کم شدن رابطه یا قطع شدن رابطه جدایی پیش نمیاد. جدایی که با نبودن دلا پیش هم پیش میاد. در اصل جدایی رو به این میگن. مردم با هم دیگه میرن ولی با هم نیستن. بحثو عوض کنیم. منم که
عجب احمدی من. نباید همچین شب قشنگی رو با قصه خراب میکردم. ولی میدونین، معتقدم اگه یکی دو قدم با هات اومد و ولت کرد، باید ازش تشکر کنی. اینطوری از یه مسافت طولانی نجاتت میده. برای همین هر وقت با همسرم حرف میزنم ازش تشکر میکنم. ممنون خانم، خیلی ممنون. من دوست دارم سگ نگه دارم، ولی از پارسشون خیلی بدم میاد. شما دوتا همدیگر رو خواستین؟ بله. آقا روحان، خسته که نشدی؟ آقا دیوان، آقا روحانو ببر بیرون تاب سواری کنه، بعدش هم ببر آمفی‌تئاتر، براش فیلم مورد علاقه‌شو بذار. آمفی‌تئاترم داری؟ بله، وقتی که بری اونجا حس میکنی تو سینما نشستی. بابا میتونم برم؟ آره حتما. برو عزیزم، برو. خب اولین بار ملاقات کجا بود؟ تو همون عروسی. نه شما دوتا اولین بار همدیگر رو کجا دیدیم؟ آها ما با هم هم دانشگاهی بودیم. آها، اول کی گفت دوست دارم؟ من گفتم. طبیعیه. بعدش ایشون کی بهتون جواب داد؟ یه رو بعدش. نه یه رو بعد خیلی زوده، مگه نه؟ کی عروسی کردی؟ یه سال بعد. وای خیلی عجله داشتیم. به نظرم که هر دوتون خیلی خوششانس. من یکم خوششانس دارم آقا شهیار، ایشون منو سر. وقتی دیدمش حس کردم دیگه هیچی نمیخوام. ناراحت نمیشین؟ راستشو بگم، هر کی ایشونو ببینه همینو میگه، من هیچی نمیخوام. منم میتونم آمفی‌تئاترتون رو ببینم؟ بله حتما، چرا که نه؟ بیایی نشونتون بدم. بفرمایین دیگه. ای بابا، آقا دانیال لطفاً بهم اجازه بدین ایشونو تا آمفی‌تئاتر هدایت کنم. بله حتما، بفرمایین. خب حالا بفرمایین. آیا نکاح یه پیوند قوی هاجاقا؟ بدون شک هم پیوند. آیا دیگه جای سوالی میمونه یا نه؟ نکاح جواب همه سوال هاست. پس ما رو به نکاح هم در بیاریم. عجب احمدی من. من چی میگفتم؟ میگفتم که آقا دانیال ناراحت نشین، هر شخصی ایشونو ببینه همینو میگه، من هیچی نمیخوام. لطفا بهم بگین من دروغ گفتم. من نمیدونم. خیلی خوب باشه، خیلی خوبه، عالیه. شما به شوهرتون بگین، بگین من هرچی که دارم و ازم بگیره، ولی محفششو به هم بده. پدر من میگفت
میخوای دل یکی رو ببری؟ غذای خوب بهش بده. خب به هم بگین آقا دانیال، دلتونو به دست آوردم. شما کم صحبت میکنین یا شاید من زیاد حرف میزنم؟ دارم به شما گوش میدم، دارم میبینم آدم موفقی مثل شما که حرف میزنه چقدر اعتماد به نفس تو صداشه. موفق شما این جناب، این عقیده منه. کسی که هرچی به خدا به دست بیاره موفق نیست. کسی که هرکی رو به خدا به دست بیاره از اون موفق تر کسی نیست. آقا برای آقای دانیال سوپ بریز، این سوپ رو تست کنید. چه تفاوتی افتاد؟ یعنی چی؟ چرا حواست جمع نیست؟ آقا دیوان؟ دانیال حالت خوبه؟ لطفا ایشونو ببر اتاق من، یه پیراهن دیگه از کمدم بهشون بده، پیششون بمون، ممکنه چیزی نیاز داشته باشن. لطفا پایین نیای. شما هم که خیلی نگران شدین، حالش خوب میشه تا بیان یه روبی طول میکشه. لطفا بشینیم. بفرمایید. بعدم میگه چرا باهاش نرفتم. شما هم بگو، خوشم نمیاد برم تو اتاق یه مرد غریبه. خودش رفت یا شما فرستادیش؟ من که میخوام اون کل شبو از اتاق بیرون نیاد، ولی این ممکن نیست. چند سال ازدواج کردین؟ 8 سالی میشه. کافیه نه؟ کافیه یعنی چی؟ برای یه آدم معمولی یه دختر خوشگل 8 سالشو به پاش بریزه کافیه دیگه. ناراحت شدی؟ بله. شما چی فکر میکنین؟ دارین لذت میبرین؟ از زندگی تو چنگاله یه همچین آدمی که شما رو شکار کرده؟ اون منو خیلی دوست داره. اینم بگین که لیاقت عشق شما رو داره؟ یا اصلا لیاقت شما رو داره؟ ببینید آقا شهریار، من دوست دارم باهاتون حرف بزنم، ولی ببخشید از اینجور حرف خوشم نمیاد. باشه ببخشید، دوباره تکرار نمیشه. خانومتون کجا؟ اطلاعی ندارم، شاید نیویورک باشه، تورنتو باشه، همین جا هست. زنگ که بزنه به هم میگه. پشت تلفن چی میگی؟ در مورد کار، در مورد سود، یا اگه یه شرکت ضرر کنه خب عصبانی میشه. حالتونو نمیپرسه؟ چرا؟ یه وقتایی هم حال منو میپرسه، حتی میخنده و میگه تو برای چی دوباره ازدواج نمیکنی؟ مگه شما با هم مشکل داری؟ آره. چی؟ همین که ما به جز عشق مشکل دیگه ای نداریم. ببخشید، من بعضی وقتا از این حرفا خندم میگیره، واقعا ببخشید. Thank you.
چطور بود؟ خیلی خوب. این فلوت دوست منه، این نغمه هم داستان دل منه. وقتی که تنها میشم تو این میدمم، بیقرار که بشم با این میزنم. یه چیزی بگین آقا دانیل، شما هیچی نگفتین. این لباسم خیلی بهتون میاد، شاید به من اینقدر نیاد. ساعت یکی آقا شهریار، دیگه باید بریم. دوست عجیبی هستین. تو عالم رفاقت حواستون به اومدن و رفتنتونه؟ صبح باید برم اداره، امروزم دیر رسیدم. درکتون میکنم. باشه، بفرمایید. بفرمایید. بهت خوش گذشت؟ آره خیلی. کیف کردی؟ فیلم دیدی؟ فیلم چطور؟ عالی بود. خوب بود؟ به به به. آقا دانیال، این ساعت هدیه ای من به شماست. آخه چرا؟ بفرمایید، بگیرینش. اولین هدیه از یه دوست برای دوستش، بعدش هم این رسم خونه یه ماست. کسایی که اولین بار میان خونمون به عنوان یادگاری بهشون هدیه میدیم. بگیرینش وگرنه ناراحت میشم. ممنون. خواهش میکنم. اینم برای شماست آقا روحام، توش برو شکلاته. اینم یه پیانه کوچیک، من خیلی آهنگ باهاش زدم. ممنون. خواهش میکنم. اینم برای شماست. اینا همه خیلی قیمتی هن آقا شهریار. خانم شما هم خیلی قیمتی هن. آدم های دوست داشتنی خیلی قیمتی هن. با اینجور چیزها براشون صدقه میدیم. اصلا یه کاری کنید، چطوره همین الان گردنشون بندازیم؟ لطفا بندازینش، بندازید گردنشون، خوشحال میشم. این یکی رو درارم. شانسی منی بادار، آدم ها تلاش میکنن از بدشانسی خلاص بشن، نه اینکه دل تنگش باشه. گیتی اگه با هم باشیم این بدشانسی میتونه تبدیل به خوششانسی بشه. اصلا اینطوری نمیشه، من نمیخوام با تو باشم. مهوش، چرا اینجا خوابیدی؟ هان، گفتم همینطوری گردنم کنم ببینم چطوریه. دیگه الکی الکی خوابم برد. خیلی گرونه نه؟ آره خیلی بد میاد، وقتی بندازیش معلوم میشه که چقدر گرونه. آقا شهریار خیلی دست و دل بازه. آره
تو که ناراحت نشدی؟ از چی؟ این که بهم گردن بند داده و منم گرفتم. نه بابا، قبل از گردن بند به منم یه ساعت داد دیگه. آره، اونم از این گروناست. فکر کنم به من انعام داده. چی؟ هیچی بابا، شوخی میکنم، همینطوری گفتم. بیا بخوابیم، بیا بیا دیگه. برای چی گفتی انعام داده؟ میخواستم بگم مزد دلالی. گفتم اونجوری بدت میاد، انعام به جایزه میگن دیگه. چرا داری این حرفا رو میزنی؟ منظورت از این حرفا چیه؟ نمیدونم. اولا وقتی یه نفر نگات میکرد میامدی تو گوشم میگفتی نگاش کن، نگاه کن چطوری به من زل زده. امروز داشت سر تا پاتو برانداز میکرد، ولی تو متوجه نشدی داره به چشم بد نگات میکنه. پس موضوع اینه، تو به نیت شک داری. من کاری به نیت ندارم، خودم نگاهشو دیدم. یعنی تو به هم شک داری؟ خفش و محوش، من نمیتونم به تو شک کنم. فقط این برام عجیب بود که امشب متوجه نگاهی اون نشدی. اولش منم همینو حس کردم، شکم کردم، ولی متوجه شدم که اون از هر چیز خوبی تعریف میکنه، حتی اگه زنی یکی دیگه باشه. آره شاید، منم از همین موضوع ناراحت شدم. اگه بخوای گردنبندو پس میدم. نه نگهش دار. چرا نگه دارم؟ چون اونجوری منم مجبورم ساعتو پس بدم. بس بیخیه، تو خیلی بدی. امشب دارم میفهمم که من خیلی بدم، من نتونستم همه چی بهت بدم. اگه حماقت نمی کردی اون پولو پس نمی دادی، امروز با ماشین خودمون می رفتیم. می دونی هر وقت که تو رو نگاه می کنم به خدا میگم خیلی ازت ممنونم. هر وقت هم می خوام یه اشتباهی بکنم حس می کنم با تشکر کردنم ازش دارم بهش توهین می کنم. خب حالا یه چیزی بپرسم. آره. تو برای چی مثل من فکر نمی کنی؟ بگو چطوری فکر کنم؟ فکر کن که منو داری باشه. خب معلومه که دارمت. پس بگو که به جز من چیز دیگه ای نمیخوام. یعنی به خدا بگم من هیچی نمیخوام. اگه اون اجابت کنه واقعا هیچی نمیده. بخواب لطفا، من الان غیر از تو خیلی چیزا میخوام. بسه، بخواب دیگه. شما رو دیدم روزم ساخته شد. هیچی، زنگ خونه رو زدن، تو گوشی تو قطع کردی. کی اومده بود؟ 1,000,000 پس دادی شما. میدونی حقوق چند ماهت میشه؟ یه عمر ذلت داره جناب، آدم از چش همه میفته. میخوای کار کنی؟ پیش من، تو دفتر من. کار؟ تو میری سر کار و منم در میشم. آقا امروز یکی اومد کارتون داشت، اسم شما رو گفت. با شاسی بلند اومده بود دیگه. بله بله. اون آقا شهریار که هست، اون یه بیزینس بزرگ داره. خب در مورد کارم من که حرف بزنم انگار دارم دلده.
سریال های محبوب خود را فقط در دیدی تیوی تماشا کنید.